میهمان عزیزی داریم که من با اینکه با اسمشون با کارشون سالهاست آشنایی دارم، ولی سال گذشته شانس اینه داشتم که به USC برم، دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، و خیلی خوشحالم که بگم که در اون زمان وقتی رفتم در اون مجلس بودم، مولانا رو جور دیگه شناختم، جلال الدین خوارزمی رو جور دیگه شناختم. خب مثل بقیه شما دوستان در دبستان، دبیرستان از مثنوی خونده بودیم، از دیوان شمس خونده بودیم، همه دید موسی یک شبانی را به راه، خوب یادمون هست. بعد چرا اثر گذاشتن؟ چون که ایشون برای یه عده غیر ایرانی صحبت میکردن، یه عده ایرانی بودن، یه عده غیر ایرانی بودن، وقتی صحبت میکردن به انگلیسی صحبت میشد، به ترجمه فارسی میشد اشعار، یا به فارسی میخوندن ترجمه به انگلیسی میکردن. برای بنده و اکثر شما که بعضی از کارهای مثنوی مشکل، بعضی از کلماتش باش آشنا نیستیم، وقتی به انگلیسی میگفتن خیلی بهتر درک کردن. در صورت من خیلی خوشحال شدم که در با ایشون در پاییز آشنا شدم و روز شماری میکردم که دوباره از فلوریدا به کالیفرنیا بیان، و من خوشحالم که دیروز به لس آنجلس رسیدن دیشب و امروز در برنامه ما هستن و فردا هم به فلوریدا میرن. ولی روز شماری میکنم که ایشون برای همیشه به کالیفرنیا بیان، و یا شاید 6 ماه، 8 ماه، 9 ماه از سال در کالیفرنیا باشن. و خیلی خوشحالم که بگم میهمان ما که مهندس کامپیوتر هستن، یعنی لیسانسشون رو در مهندسی الکتریک گرفتن، بعد فوق لیسانسشون رو در کامپیوتر ساینس گرفتن، و دکتراشون رو در مهندسی و آرشیتکت کامپیوتر گرفتن. پس یک دانشمند هستن. ولی مولانا جلال الدین بلخی رو خیلی خوب میشناسن و خیلی خوب کلمات ایشون رو ادا میکنن، و من خیلی خوشحالم که در خدمت ایشون هستیم. استاد مجید نایینی، خیلی خوش آمدید. با عرض سلام. ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. دفتری که از نام تو زینت گرفت، کار آن از چرخ بالاتر گرفت. عرایزم را با سخنی از شیخ عطار آغاز کردم. خیلی خوشحالم که در خدمت هموطنان عزیزم در اینجا امروز توفیق حضور پیدا کردم، و اجازه بدید برای توصیف احساسم از عارف آزاده ایرانی ابو سعید ابوالخیر کمک بگیرم که گفت سرمایه عمر آدمی یک نفس است، آن یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بنشینی، مجموع حیات عمر آن یک نفس است. و به همین خاطر حضرت عشق خالق اکبر را شاکرم که امروز این توفیق را به من داد که چند نفسی را با هم نفسهای عزیزمون به سخن و گفتگو و شرح سخن عشق بنشینیم. بله، من میدونم که شما در دانشگاه‌های آمریکا و کشورهای دیگه سخنرانی کردید و در سازمان ملل صحبت کردید، درباره صلح هر جا که صحبت صلح هست از استاد نایینی خواهش میکنن که در اونجا صحبت بکنن، و من خیلی دوست دارم که یک برنامه ویژه‌ای با شما داشته باشیم که در آتیه بتونیم بیشتر صحبت کنیم. در اینجا میهمان برنامه امروز هستید. فقط میخواستم از شما که آگاهی کامل دارید بپرسم که من وقتی به قونیه رفته بودم
من سه بار رفتم به قونیه، به ترکیه. خوشحال. و بار سوم از طرف کانال 18 KSCI درست شد که من دعوت کردن و در اونجا من با گروه فرهنگی کشور ترکیه آشنا شدم. اون گروه یکیشون با من صحبت میکرد، این برای من جالبه صحبتی که شد، گفتم شما بفرمایید که همه هموطنان بیشتر بدونن که با حقیقت آشنا بشن. یکی از دوستان گروه فرهنگی ترکیه گفتن که تو، من یک صحبت میکنم تو چه آزگونو شورم، یک کم با آذری خودمون فرق داره با آذری خودمون، ولی من یاد گرفتم شاید برای خاطر اینکه مراوده داشتیم در گذشته، خانم امیل ساین، خانم اجدر پیکان، خانم ابرو، اینا باشون آشنا بودم، در برنامه شرکت کردم، یک کم آشنایی داشتم به زبان ترکی استانبولی. به من گفتن که شما این برای هموطناتون بگید که مولوی ترکه. و گفتم چه بحثی دارید میکنید؟ گفتم ببین ایشون میبینید که اینجا آرامگاهش اینجاست، شمس تبریزی هم اون طرفه. گفتم که ببینید چرا بحث زیاد بکنیم، ایشون در بلخ به دنیا آمده، احسن. در اینجا هم دفن شده، احسن. و به زبان شیرین فارسی اشعار گفتن، مثنوی بوده، نمیدونم شمس تبریزی بوده، کلیات شمس، دیوان شمس تبریزی بوده، ولی شما خیلی خوب ترجمه کردید و گفتش ببینید شما میفهمید. نگفتم که حالا ایرانیه ایرانی نیست، گفتم ایشون متعلق به جهانه، واقعا نباید یک همچنین شخصی متعلق بگی این اهل کجاست، متعلق به جهانه، در بلخ به دنیا آمده و در قونیه دفن شده و کارش به زبان فارسی بوده. و گفتم ترک‌ها خوشبختانه خیلی خوب ترجمه کردن. گفت ببین شما میفهمی، یعنی این صحبت که من کردم، آیا مولانا اشعاری به زبان ترکی هم داره؟ خیلی، به جز بعضی از یکی دو تا کلمه این برونور، من جمله اون داستان چهار کس را داد یک مردی درم، هر کسی افتاده از شهری به هم، فارسی و رومی و ترک و عرب جمله با هم در نزاع و در غزم. اون داستان معروف که بله. یک کسی یه درمی داد و اون یکی گفتش که من انگور میخوام، ولی اینجا کزوم و ازوم. ازوم بله. ولی ببینید مولانا تمام اشعار به زبان پارسی است، به جز اونجایی که به حدیث یا به آیات قرآن رجوع میکنه که مجبور کلمه عربی استفاده کنه و شاید یک چند خط کمی هم به یونانی بله داره، بله، ولی به ترکی شعر نداره، چون اون زمانی هم که در اونجا زندگی میکرده اصلا به زبان فارسی، در زمان سلجوقیان اونجا به زبان فارسی صحبت میکردن. ببینید در زمان، اجازه بدید من یه شرح یه دقیقه‌ای بفرمایید، خواهش می‌کنم. مولانا جلال الدین محمد ابن محمد ابن حسین بلخی که به عنوان رومی میشناسنش، یا مولانا جلال الدین خداوندگار حضرت مولانا یا ترکای عزیز، که منم دو بار افتخار داشتم مهمان دولت ترکیه از طرف وزیر فرهنگ و فرماندار قونیه و شهردار قونیه و نوادگان 22 مولانا خاندان چلپی دعوت شدم و فوق العاده مهمون نواز و پرمحبت هستند. مولانا در بلخ به دنیا میاد. در اون موقع بلخ جزو خراسان بزرگ بوده، زمان محمد خوارزمشاه، و خراسان بزرگ نه تنها بلخ جزوش بوده، بسیار از این کشورهای تازه آزاد شده از اون روسیه اتحاد جماهیر شوروی که آزاد شدن، مثل تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و فلان و فلان، اینا جزء خراسان بزرگ بود. بله. در اونجا ایشون تا سن 11 سالگی در بلخ بوده، زندگی می‌کرده و پدر ایشون به گفته کی
به گفته پسر مولانا سلطان ولد، که سلطان ولد داره اشعار به ترکی و به فارس، میگه که پدر مولانا خوابی میبینه این حمله وحشتناک و خونریز مغول ها رو، و یک سال قبل از حمله مغول ها ایشون این نوجوان 11 ساله رو با حدود 300 نفر از همراهان و مریدان و غیرش، اینها مهاجرت میکنن، میان از طرف بلخ، میان به طرف نیشابور که در اونجا شیخ عطار میاد به اصطلاح خوشامدگویی به اینها، و یکی از کتابهای نفیس خودش رو به خط خودش به پدر این و به این کودک تقدیم میکنه، و وقتی مریدای شیخ عطار اعتراض میکنن یا شیخ این کتاب به این قیمت با دست خودت به این کودک داری میدی، سر به آسمان بلند میکنه، آهی میکشه و میگه زود باشد که این کودک آتش بر سوختگان عالم زند. و شیخ عطار با چشم دلش این را دیده بود. از اونجا میان به کجا؟ از نیشابور میان به طرف تهران، شهر ری، میان اونجا به طرف همدان، میان به طرف بغداد، میرن به مکه پس از مراسم حج، میان به طرف کجا؟ به دعوت علاءالدین کیقوباد سلجوقی که در اون موقع حاکم روم شرقی بوده، اول میان به لارنده و بعد میان به قونیه مرکز حکومتی، و در آن زمان در قونیه زبان رسمی و اداری پارسی بود. بله. پس دیگه این دیگه هم برای اینکه همیشه صحبتش هست، همیشه هم گفتن، ولی شما میفرمایید دیگه تموم شده. تمام به قول ترکیه. تمام. ولی آقای غریب‌افشار، همدلی از هم زبانی خوشتر است. واقعا همینطور که شما هم فرمودین در اونجا انقدر حضرت مولانا افتخار برای بشریت، و برای همین همه دوست دارن بگن که ایشون مال کشور ما هستن و یک بالاخره تلاشی دارن میکنن. فقط آقای دکتر نعینی موقعی که آقای غریب‌افشار محبت فرمودن و یک مقدمه رو در مورد شما گفتن، واقعا انسان بسیار جای افتخار داره، یعنی حضور خود شما و خود شخص شما با این همه علم و آگاهی. فقط مثل اینکه آقای غریب‌افشار موقعی که معرفی فرمودن، تحصیلات عالیه شما در زمینه تخصصیتون کامپیوتر و مسائل تکنولوژیه، ولی ماشاءالله در دنیای شعر و ادبیات و در واقع فرهنگ و ادبیات کلاسیک هم بسیار بسیار متخصص و کارشناس هستید. خودتون دوست دارم این نظر رو دوست دارم بدونم که چه ارتباطی بین این دو می‌بینید؟ آیا واقعا ارتباطی هست؟ پیش از اینکه جواب بدید، من یک کس دیگرم تو همین با سالها پیش خیلی افتخار آشنایی داشتم با پروفسور رضا، رئیس دانشگاه بودن و ایشون هم کار ساینس هستن در کار، و خیلی جالبه برای من که ایشون در اون زمان صحبت میکردن، 37 سال پیش من با ایشون گفتگو داشتم، که میگفتن یه ارتباطی میخوان ایجاد کنن بین کانادا و تگزاس برای اینکه ارتباط پزشکی بتونن یک مریضی رو در تگزاس ببینن، در کانادا پزشک معالجش در اونجاست. از اون زمان صحبت از این بود. بعد پروفسور رضا هم خیلی جالبه که علاقمند و آگاه به ادبیات، و من نه تنها در کانادا صحبت کردم، بعد در وطن عزیزمون با ایشون صحبت کردم، بعد دوباره در آمریکا صحبت کردم. اینه فقط گفتم که من این دو نفر رو فقط میشناسم که در کار ساینس و علم باشن و در ضمن اینقدر با فرهنگ و ادب ایران آشنا باشن. این خیلی عالی. اولا حقیر سراپا تقصیر که خودم را لایق فرمایشات شما نمیبینم. اجازه بدید از سعدی علیه رحمه کمک بگیرم که فرمود من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. تو مگر سایه لطفی به سر وقت من آری، که من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشم. این اول. دو، این همه لطف و کرامات خداست، اشتباهاتش تماماً آن ماست. گر تو پنداری که آن از آن ماست، اشتباه هست و سراسر آن خطاست. سه، میخواستم که منو به شوق آوردی. ای بسا هندو و
اون تو شعری رو که فرمودید دلم نمیاد بقیهش رو نخونم. مثنوی معنوی. بله. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. همدلی از همزبانی خوشتر است، همدلان را خود زبانی دیگر است. غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد زدل. همدلی خود خیشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است. می رود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. و در جواب سوالتون باید عرض کنم، ببینید حقیر، اگر فرض کنید یک هرم، یک پیرامید را، یک سطحش باشه علم، یک سطحش تکنولوژی، یک سطحش ساینس، یک سطحش مدیسن، به عقیده حقیر اون نقطه بالایی که همه اینها به هم میرسن و یک میشه، من اون نقطه رو اسمش رو عرفان میذارم. ببینید عرفان از کلمه عرفه یعنی شناختن. شناختن چی؟ به عقیده من شناختن حضرت عشق و این اثر بی نظیر و آثار بی نظیر خلقت و از همه مهمتر انسان. و یادتون باشه من به علت علاقه ای که به هر حال خدا رحمت کنه مرحوم پدرم، مرحوم عموم، میدونین از سن 10-14 سالگی من با حافظ و مولانا آشنا کردن و هر چقدر که من ریاضی و فیزیک و هندسه، چون دانشجوی ریاضی بودم، بعدم مهندسی الکترونیک خوندم، بعدم همونطوری که فرمودن فوق لیسانس تو کامپیوتر، دکترام هم در طراحی و آرشیتکت کامپیوتر گرفتم، هر چقدر که من از کوانتوم فیزیک، الکترومغناطیس، یونیورس یاد میگرفتم، به عظمت و شاهکار این عرفا بیشتر پی میبرد. شاید باورتون بشه یا نشه، من در این کتاب Mysteries of the Universe and Rumi's Discoveries on the Majestic Path of Love و در کتاب‌های بعدی، من حدود در این کتاب شاید 70-80 مورد از کشفیات مولانا را در این جاده کبریای عشق آوردم و در کتاب‌های بعدی هم انشاءالله در اون Mind, Body, Spirit, Relation and Mystical Balance که انشاءالله ترجمه فارسیش میشه ذهن و جسم و روان و تعادل عرفانیان ها، و کتاب بعدیش The Majestic Journey of Soul in Time and Space on Earth، سفر کبریایی روح در زمان و مکان و لامکان، اینا رو بازش کردم. ببینید برای مثال حدود 770 سال پیش مولانا راجب بیگ بنگ آقای هاکینگز، راجب انفجار هسته‌ای، راجب مرکز سقط، جاذبه، قانون جاذبه، راجب ورم هول، راجب انجماد زمان، راجب نوسازی بدن، راجب برون فکنی روح صحبت میکنه به وضوح. حالا اگر فرصت شد، به گفته معروف یه ضرب المثل در آمریکایی‌ها میگن I'm from Missouri, the show me state. Show me the life believe. من اهل میزوری ام، نشونم بده تا باور کنم. حالا این خلاصه ای رو که گفتم، هر کدومش رو که علاقه دارید، من یک متنی رو خشخاش میذارم و چند خطی میخونم. بسیار عالی. حالا من واقعا با حضور شما حس میکنم که میگن دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. خیلی خوشحالم که شما اینجا هستید و با توجه به تجربیات شما توی به هر حال دانشگاه مختلف در اقصی نقاط دنیا، خیلی دوست دارم بدونم که چه وجهی از اشعار مولانا، چه از نظر فلسفه‌اش یا از نظر شعر و عرفانش، برای دیگر آدم‌ها توی گوشه کنار دنیا مورد توجه بوده، چون شما نقش بزرگی در معرفی فرهنگ و شعر مولانا دارید. میخوام ببینم کدوم وجه بیشتر از همه، چون ما شرقی‌ها که خب خودمون میدونیم که عاشق مولاناییم و به حال شعراش رو دنبال میکنیم، ولی از منظر غربی‌ها یا از منظر آدم‌های دیگه کدوم وجهش بیشتر جالب بوده؟ ببینید نهایت آرزوی هر انسان چیه؟ رسیدن به آرامش. کمال را هم برای آرامش می‌خواد. نهایت آرزوی هر بشر رو، تمام تلاش مادی فلان دنبال این کار غیره حرفه شهرت، طرف به یه جایی برسه بتونه آرامش داشته باشه. ببینید این مرد به عقیده من
بزرگترین روانشناس و روانشناخت روح و روان آدمیه. و تعلیمات این مرد به من و شما اجازه میده در این دنیای قیل و قال و ظلم و ستم و آشوب و داد و فریاد تبدیل بشید به یک جزیره از ثبات و آرامش در خورون خودتون و بتونید هم در این دنیا انسان موفقی باشید، هم آرامش داشته باشید، هم موفق باشید، هم به دیگران آرامش بدید و سازنده باشید. ببینید شاهکار مولانا، من حالا اجازه بدید از زبان قاصر من که شنیدنی نیست، چرا از زبان سلطان عشق نگم؟ ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. گر بود اندیشد گل گلشنی، ور بود خاری تو خیمه گلخنی. گلخن بینندگان عزیز یعنی تون هموم، زباله دونی. قدیما ایاتون باشه زبالا را آتیش میزدن و آب همومو باش گرم میکرد. گر گلابی بر سر و جیبت زنند، ور تو چون بولی ادرار برون افکنند. مولانا به من و شما یاد میده که happiness is a state of mind، خوشبختی یک ذهنیت، و یکی این که از همه مهمتر اولا مرگی وجود نداره، ما همه مسافریم در این دنیا. غم و غصه خوردن، تأسف به گذشته و ترس آینده فقط اتلاف عمر و وقته. و به من و شما یاد میده که در این سفر کبریایی که از حضرت عشق، از لامکان شروع شده، از بیجا اومده به بیجا هم میره. حالا اگر فرصت بود من تمام اشعارش هم از زبان خود سلطان عشق میخوندم. ما چیکار داریم میکنیم؟ ما نباید بی خودی عمر عزیزمون را تلف کنیم. و از همه مهمتر به من و شما یاد میده عشق تنها کیمیایی است که وجود من و شما را پران و رقصان میکنه و شاد میکنه و میذاره درد دوای تمام بشریت. این نیمه شبان کیست چو مهتاب رسیده؟ پیغمبر عشق است ز محراب رسیده، آورده یکی مشعله آتش زده بر خواب، از حضرت شاهنشه بی خواب رسیده. یک دسته کلید است به زیر بغل عشق، از بحر گشاییدن ابواب رسیده. یا در مثنوی معنوی، شاد باشی عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. یا در یه جای دیگه مولانا به من و شما یاد میده این عشق درمان تمام بیماری های بشریت. از محبت خارها گل میشود، از محبت سرکه ها مل می شود، از محبت نار نوری می شود، از محبت دیو حوری می شود، از محبت سقم مریضی صحت می شود، از محبت قهر رحمت می شود، از محبت مرده زنده می شود، از محبت شاه بنده می شود. و من در نوشته هام، عرایزم در رادیو، تلویزیون، سخنرانی ها، از نظر آخرین تحقیقات علمی این فرمایش این بزرگوار را اثبات علمیش را هم گفتم. می دونید شما وقتی تجربه عشق دارید، بدن شما مواد بسیار خوبی ترشح می کنه، اکسیتوسن. تجربه عشق باعث میشه شما جوان بشید، عمرتون به عقب بره، سلامتتون بهتر باشه، مریض نشید. و وقتی خشم و ناراحتی موادی تولید میکنه به نام کورتیزول که این باعث فرسودگی، پیری و غیره میشه. اگر وقت داشتم حداقل یکی یا دو تا تجربه رو راجع به
عشق از نظر علمی براتون میگفتم، حالا نمیدونم که به هر حال چون بنده مهمانم و به گفته ناینیا مهمان باید تابع صاحبونه باشه. هزار ماشاءالله. ولی به این ذهن خلاق که این همه شعر رو واقعا حفظ و هر موقع میخوان در جای خودش استفاده میکنن. بله و جهان بینیتون واقعا جای تحسین داره، یعنی چقدر من لذت بردم از همین چند مسئله‌ای که شما کنار هم اشاره کردید. واقعا یه دنیای دیگه‌ای به روی آدم باز میشه هر بار که دوباره اندیشی میکنه. این همه گفتیم سلطانش مولانا، پیامبرش طبق همون شعری خون، این همه گفتیم لیکن در بسیج در نهایت در جمع، بی عنایات خدا هیچیم هیچ، بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق، و به گفته خود حقیر این همه لطف و کرامات خداست، اشتباهاتش تماما آن ماست، گر تو پنداری که آن از آن ماست، اشتباه هست و سراسر آن خطاست. بله، بی خود نیست که تمام در تمام جهان پیر و جوان، بله، حالا نه تنها ایرانی، مخصوصا غیر ایرانی در کشورهای مختلف اینقدر علاقه‌مندن به رومی، بله، و میبینیم از ستارهای هالیوود، هنرپیشه‌های هالیوود و بقیه دوست دارن و جوانترها دور هم جمع میشن، مجلس هفتگی دارن که با هم میشینن درباره مولانا صحبت میکنن و اشعار مولانا رو میخونن. ولی آقای دکتر فکر میکنید که یک کار باید از طریق حالا تلویزیون باشه، مخصوصا تلویزیون، باید رابطه شما، چون یه نفرید شما دیگه در تمام این در آمریکا، حالا ممکنه نمیگم در جهان چون نمیدونم، ولی در آمریکا میدونم یه نفر استاد ناینی هستن، یه برنامه ویژه‌ای باید شما درست بکنید، تهیه بشه از طریق تلویزیون، که این برنامه تلویزیونی با کسایی که علاقه‌مندن، که بیشتر مردم هستن، از پیر و جوان و زن و مرد، شما باشون تماس داشته باشید و تماس الان اینتراکتیو تلویزیون هست دیگه، باید اونها هم با شما تماس داشته باشن. یه همچنین کاری لازمه، حالا نمیدونم چطور این کار رو انجام بدیم، چون حیفه که اصلا شما که آشنایی دارید با تلویزیون های ایرانی در اینجا 40-50 تا تلویزیون 24 ساعته هست و در کشور خودمون، ولی این یک همچنین برنامه که با یه نفر که اینقدر آگاهه و میتونه درباره مولانا صحبت کنه، مخصوصا در اینجا که بعضی از جواندرها به زبان فارسی آنچنان آشنایی ندارن، یا آشنایی دارن ولی مثنوی رو مثل بنده آنچنان نمیتونن درک کنن مگر اینکه به انگلیسی هم گفته بشه، یک همچنین برنامه لازمه که درست بشه. نظر دوستان اشتباه میکنم؟ نه بسیار عالی. یعنی ایشون چون ماشاءالله در زبان انگلیسی هم تخصص دارن و اصلا کلا، یعنی منظورتون اینه که هم بخشش به انگلیسی باشه بخشش به فارسی؟ نه، اصلا برنامه اون برنامه یو اس سی اگر شما بودید، بله، میگم برای من تجربه خیلی جالبی بود، چون الان وقتی از مثنوی میخونن خیلی کلمات من نمیفهمم، بله، قبول میکنم میدونم عربیم خوب نیست و بعضی از کلماتو آشنا نیستم باش، ولی وقتی ترجمه کردن به انگلیسی که میگفتن بهتر اثر بهتر رو میذاشت. بله، بله. و این اثر گذاشتن، چون آدم میخواد شعر که میخونه باید دقیقا بدونه که چی شنیده میشه دیگه، وگرنه همینجوری سرسری رد بشه. که خب درسته کارهای مولانا همه ریتم داره، آهنگینه، آدم خیلی خوشحال میشه با اینکه میشنوه، ولی باید معنیش هم بفهمه. یک همچنین برنامه‌ای مخصوصا در این زمونه، مخصوصا که اینقدر علاقه‌مند هست، لازمه که از طریق تلویزیون انجام بشه و کسانی هم که میبینن یه امکانی باشه براشون که در تماس باشن و بتونن تبادل نظر کنن. بله، حالا من در ادامه صحبت شما بگم، خیلی از مثلا آدمایی که نسل سوم و چهارم ایرانیایی هستن که اینجا مهاجرت کردن، خیلی دلشون میخواد تلویزیونای ایرانی رو نگاه کنن و تنها دلیل برجستش اینه که زبان و فرهنگ فارسیشون رو فراموش نکنن. به نظر من حالا علاوه بر فراموش نکردن زبان و فرهنگ، به قول آقای غرب‌افشار یه پله بالاتر هم بریم و این فرهنگ اصیل و غنی مولانا رو شما معرفی کنید، واقعا گنجینه ارزشمندیه. ببینید، شما این گناه رو به گردن من بنویسید.
اونایی که پس به کی فکر کردید برای اینجا با شما داریم صحبت نه نه دیگه. گردن من به میدونی چرا چون سالهای سال کانالهای مختلف تلویزیونی در همین لس آنجلس کانال فارسی زبان از حقیر لطف کردن دعوت کردن حتی پیشنهاد کردن شوی تلویزیونی بدن ولی حقیر به علت و دلایل بسیار زیادی نتونستم این کار رو انجام بدم که مثنوی حفاظ من کاغذ هست ولی خب میدونید که چون این کار مستلزم اینه که من حتما در لس آنجلس در استودیو حضور داشته باشم ولی سالهاست که با رادیو 670 AM از طریق تلفن خیلی آسون از هر جای دنیا بله رادیو آسونه به اون صورت بله خصوص برنامه 670 AM آقای کمالی به خصوص جمعه شب ها از تقریبا سال 2007 یا برنامه صبح 670 AM من هر موقعی که وقت دارم و به هر حال توفیقی پیدا میشه باشون برنامه‌های مرتب دارم برای عزیزانی که علاقه دارن این کارها رو دنبال کنن ببینید یک وبسایتی هست که به نام من مال من نیست و یه فیسبوکی هست به نام من مال من نیست وبسایت هست www.naini.net و ناینی را هم همینجوری N-A-I-N-I اسپل میکنن www.naini.net یا فیسبوکی است که باز به نام من مال من نیست همین دکتر مجید ناینی که اونجا یه آرشیوی نگه داشتن از کارهای مختلف رادیویی تلویزیونی میدونید که من برنامه‌هایی داشتیم در حالا دکتر این فرق می‌کنه با اون چیزی که من دارم میگم فرمای شما رو گرفتم عرضم را امیدوارم که بعد زبان قاصرم من فرمایش شما رو کاملا گرفتم و درک کردم و هستالی فرمایشتون بسیار صحیح و بجاست همتون عرض کردم این گناه را به گردن من بنویسید آقای دکتر ولی نیازی هم نیست که حتما اینجا تشریف داشته باشین با توجه به مسئله تکنولوژی میتونید از طریق اسکایپ از طریق یعنی اونجا هم میشه واقعا اگر تمایلی داشته باشید ولی خاطر مبارکتون باشه من پس از 11 سپتامبر به خاطر معرفی و فرهنگ و این تمدن و تاریخ غنی هزاران سالمون و به خاطر اینکه معرفی کنیم که این قدمت و عظمت و فرهنگ ما چیه در 11 سال 12 سال گذشته حدود 400 هزار مایل سفر کردم و حدود 700 تا برنامه داشتم یکی از دلایلش اینه من همیشه در سفرم همونطوری که استاد فرمودن ببینید مثلا فرض کنید من دفعه پیش که اومدم در همین کالیفرنیا حدود 6-7 برنامه گذاشته بودم و هر توری که میذارم برای من معمولا حالا چه اروپا باشه چه آسیا باشه چه آمریکا یه 10-12 برنامه رو هماهنگ میکنن که به ترتیب از دانشگاه ها مراکز علمی هنری فرهنگی غیره میریم و ولی حالا انشالله امیدوارم با دعای خیر شما و لطف حضرته چون تصمیم دارم که به زودی بیام و انشالله ساکن کالیفرنیا بشم حداقل برای 8-9 ماه در سال و بتونم سفرهام رو تقسیم کنم ولی به هر حال امید دارم که با لطف کرامت حضرتش و دعای خیر شما عزیزان انشالله این کار انجام بشه و همچنین علاقه دارم که از سان فرانسیسکو تا سان دیگو این دوستان و عزیزانی که کارهای من رو دنبال کردن از طریق اینترنت و رادیو و تلویزیون و نوشته حالا برای اطلاع. دوستانی که در ساکرامنتو هستن بهشون بر نخوره بفرمایید از ساکرامنتو چون تعداد زیادی از ایرانی ها در ساکرامنتو هستن از ساکرامنتو میان سان فرانسیسکو سان هوزه بیای فرزنو بیای پایین مونری بعد بیای به طرف سانتا باربارا و لس آنجلس و سان دیگو اورنج کانتی و سان دیگو همه رو کاور میکنه احسنت و درود بر شما و حافظه و این نقشه جغرافیایی دانستن شما خواهش میکنم آقای دکتر من خیلی خوشحالم خیلی خوشحالم حالمون کردید واقعا میگم من انقدر وقتی من تلفنی با آقای دکتر چندی بار صحبت کردم درباره هر چیزی صحبت کردم همینجور که شما فرمودید هر چیزی من صحبت کردم از مولانا یا از عطار یا از سعدی گفتن با شعر جواب دادن و
هر دفعه من صحبت کردم انرژی گرفتم، احساس راحتی کردم، احساس سبکی کردم. به همین جهت وقتی میگم خوبه یه به همچین برنامه باشه که نه تنها شما صحبت میکنید در تلویزیون باشه، دوستانم بتونن با شما در تماس باشن، اینتراکتیو باشه، چون دیگه الان زمان این دنیاست. به این جهت من این آرزو رو دارم وقتی یه چیزی آدم خوشحال میکنه و احساس خوب میکنه، میخواد اینو تقسیم کنه با بقیه کسایی که میشناسه و میبینن برنامه. بویان دلبر چوپران میشود، آن زبانها جمله حیران میشود. عشق بوی مشک دارد، زان سبب پیدا شود. مشک را کی چاره باشد جز از این رسوا شدن. میدونی کلام مولانا، حافظ، عطار، سعدی، خیام، غیره غیره غیره، اینها بوی عشق ازش میاد. و میدونید که حضرت عشق، علت این که من به خدا میگم حضرت عشق، این را از مولانا اقتباس کردم. از برای عشق عالم را بساخت، ذره ها را آفتاب او نواخت. گر نبودی بحر عشق پاک را، کی وجودی دادمی افلاک را. من بدان افراشتم چرخ سنی هستی، یونیورس، تا علو بزرگی، تا علو عشق را فهمی کنی. دور گردون ها ز موج عشق دان، ور نبودی عشق بفسردی جهان. و از همه بینندگان عزیز خواهش میکنم یادتون باشه که در این دنیای خاک مهم نیست در اون لحظه چه گرفتاری، چه مشکل، چه ناراحتی دارید. یادتون باشه من و شما از جای دیگه اومدیم، ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم. و می بینید که این غم و اندوه بیهوده است. و به گفته خیام عزیز، من از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. ای دل غم این جهان بیهوده مخور، بیهوده نی غمان بیهوده مخور، چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید، خوش باش غم بوده و نابوده مخور. همیشه آقای غریب‌افشار میگن شادی شادی میاره و حالا تو برنامه ما هدفمونه که این شادی رو منتقل کنیم به بیننده ها. الان با وجود شما و این به حال صحبتتون از عشق و به حال به آینده نگاه کردن و غم دنیا رو نخوردن، دیگه کامل شد همه چیز. خیلی متشکر، خیلی ممنونم آقای دکتر. با اجازه شما اینو بفرمایید دیگه. اگر اجازه بدی تا من ایشون بنده رو به سر شوق آوردن که بله. چند خطی هم از ترجمه اشعاری رو که خوندم بله. بخونم و خداحافظی کنم. اون شعر از محبت خارها گل می شود. From love، این ترجمه خود حقیر. From love thorns become flower. From love vinegar becomes wine. From love, fire becomes light. From love, sickness becomes health. From love, fury becomes mercy. From love, dead becomes alive. و به همه بینندگان عزیز خواهش میکنم آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. غیر معشوقر تماشایی بود، عشق نبود هرزه سودایی بود. آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. ماند الا الله باقی جمله رفت، شاد باشی عشق شرکت سوز زفت.
عشق تنها چیزی است که وجود من و شما را پران میکنه و شادان و رقصان این زندگی خاکی رو میسر و مفید میکنه. و به گفته مولانای بزرگ، با تشکر از شما عزیزان، شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر انشاءالله. خیلی متشکر از شما، خیلی ممنون و متشکر. اجازه بفرمایید که برای آگاه شدن از اخبار وطنمون بعد از چند لحظه به اخبار آقای کمانگر توجه کنید.